LG G4. آقای بابک حمیدیان، بالاخره آقا ما شما رو یه جا دیدیم. کلاً یه قبلا دیده بودیم. نه خیلی وقته که ما نمیبینیمتون. منظور عمومی ظاهر نمیشم و اینا. آره یه ذره شاید نمیدونم چی بگم که آدما دوست داشته باشن. آره یه ذره شلوغی گریز هستم ذاتاً. دلیلش به نظرم همینه. ولی مثلا پارسال که فیلماتون ماشاءالله 2-3 ساله که آقای حمیدیان پرکارن، ولی بودین دیگه. یعنی ما مدام میدیدیمتون. ولی امسال تو این 6 ماه 7 ماه نیستین. آره یه جای خونم، کتاب میخونم، سر کارم، فیلم میبینم. به نظرم میاد امسال یه ذره نیاز داشتم و احتمالاً سال دیگه که یه ذره برم از شلوغی دور بشم، یه ذره ببینم اصلا کجای مرکز ثقل این جهان قرار گرفتم، اصلا جایی دارم یا ندارم. به هر حال اینا چیزاییست که دائما بهش فکر میکنم. تو رستاخیز دو تا نقش خیلی خوب بازی کرده بابک حمیدیان که من فکر کنم حیف شده. اینکه فیلم اکران نشد چقدر دلتو سوزونده؟ دلمو نسوزونده، خستگیش به تن و جانم مونده. امیدوارم به حال فرصتی بشه مردم نسخه اصلی این فیلم رو ببینن، نه این نسخه تحریف شده پر از مونتاژ اضافی. به حال به نظر میاد که نسخه جدید رو با همه احترامی که برای آقای درویش قائلم و همه فشارهایی که ایشون تحمل کردن و درک میکنیم همه، خودم خیلی دوست نداشتم. نسخه‌ای که تو جشنواره اکران شد یا این جدیده؟ این جدیده که اکرانم شد بعد نشد و اینها. آره آقای جنتی گفتن که اصلاح میشه پخش. مثلا که حاله نور بیاد رو همین نسخه جدیده مشکل حل میشه. حالا ان شاءالله حاله نور بیاد دیگه. من نمی کجاست حاله نور؟ شهرستان اینا سی قرار بیاد حالا. بابک جان شما این تو این ورژن جدید نقشت کوتاه شده، یعنی یه آسیبایی دیده فیلم و نقش من و نقش خیلی از بچه‌ها. خب این تلخه، این شیرین نیست واقعا. یعنی که سینما یک رفتار جمعی پر زحمته که وقتی لطمه بهش وارد میشه آدما دلزده و غمگین میشن دیگه. دیگه احتمالاً دیگه قید حضور تو فیلم‌های تاریخی رو میزنه شما دیگه کلا. با این اتفاقایی که خیلی سخت خداییش. آره فیلم واقعا یکی از سخت‌ترین فیلم‌های کارنامه منه. یک سال و خورده‌ای فیلم طول کشید و سرماگرمای زیادی رو همه تحمل کردن. این که بخوام بگم قید زدم، نه امیدوارم اونایی که قراره انتخاب بکنن قید ما رو نزنن. ما که در رکاب سینماییم، مشکلی نداریم. بادیگارد دومین همکاریت با آقای ابراهیم حاتمی که زیاد حرفی در مورد بادیگارد زده نشده، تو یه نموره ما رو سهیم کن تو این فیلم. به هر حال نمیتونم الان، خب اجازه در واقع حرفه‌ای ندارم که بخوام راجع به اون فیلم حرف بزنم. فیلم باید اکران بشه، دیده بشه و بعد نظر بدن. ولی چیزی که خیلی برام جذاب بود همبازی بودن با عمو پرویز خان بزرگ زیبای نازنین پرستویی بود که بعد از 14-15 سالی که دارم حرفه کار میکنم هر شب وقتی از نزدیک تو صحنه میدیدمش هم باز هیجان زده میشدم از اینکه وای من پرویز پرستویی رو دارم تو این فاصله نگاش میکنم. اینا خیلی جذاب. ویژگی پرویز پرستویی چیه که انقدر با هیجان در موردش حرف میزنیم بدون فارغ از کلیشه ها؟ جزو معدود آدمایی است در این 80 میلیون نفر که خودشه بدون ماسک. آره این چیزیست که میتونم بگم بهت. سیمرغ میگیره. ما واقعا پارسال فکر میکنم دیگه بابک سیمرغ رو میگیره. همچی پیار سال تعارف و اینا هم نکنم. آره تعارف نمی کنم. به نظر میاد که یه مسیر دادن سیمرغ یه ذره حسیه توسط هیئات داوری معمولا، به این معنا که یه سال وقتی به یکی توجه میشه یکی دو سال فکر میکنن که خیلی خوب بهش یه ذره. آره این واژه به نظرم باید استفاده بشه، نوبتی است. امیدوارم امسال نوبت هر کسی که هست برازندش باشه به خاطر تلاشی که برای سینما کرده. امیدوارم این اتفاق بیفته. آقای حمیدیان شما گفتین که من روزا فیلم میبینم و مطالعه میکنم، اخبارم پیگیری میکنی اتفاقایی که میفته یا نه واسهتون جذاب نیست؟ من چون اصلا تو دنیای اینترنتی و دنیای مجازی هیچ رابطه مجازی در دنیا ندارم با کسی، اخبار یه ذره دیر به هم میرسه ولی
به هر حال میرسه. آره به گوشتون که میرسه. بله اتفاقای اخیر رو پیگیری کردین که چی شده و حالا حجمه ای که دوباره به علیه سینما داره اتفاق میفته؟ نه نه نه، اینقدر عمیق نیستم، میگم تنها زد. یعنی رفتم تو تنهایی و ازش هم فکر نمیکنم حالا بیرون. حالا این استایله که انتخاب کردی، کلاه و اینا، خیلی بهت میاد، ولی الان تقریبا داره میشه 2 سال که ما بابا کمیدیان با همین کلاه میریم، عوضش نمون. کچلیمو میپوشونم باهاش و اینکه سرده و لازمه دیگه، صادقانه میگم. خیلی به اینکه برای یه مراسم برم کت از فلان جا بخرم و اینا، به نظرم میاد اینا بیهوده است. اینو 2 ساله دارم، اینو 3 ساله دارم، اینو 4-5 ساله دارم، این عینکمو 6-7 ساله دارم. دارم دیگه، همینجوری لباسام تکراری کنن دیگه. خیلی به این که مثلا روز چی میخواد از من فکر نمی‌کنم.